که در عفا محترم شمرده می شود. دندان مبارک حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در غزای احد به شهادت رسید. بعضی از اصحاب گفتند که یا رسول خدا در حق کفار شما بله صحبت ها خلاص شد یا هنوز هم مونده؟ صحبت به ما رسید؟ بله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله وآله وأصحابه أجمعين وأما بعد برای ما جای بسیار مسرت و خوشی است که در این لحظات حساس تاریخ کشور عزیز و باستانی ما افغانستان پرخرور خانه مشترک همه افغان ها با شما مشران محترمین معززین و رشته پیدان و بزرگان کودامن زمین از نزدیک برای بار دوم ملاقات میکنم. مردم کودامن در طول تاریخ از خود شهامت و مردانگی بزرگ نشان دادن، هم کودامن زمین و هم کوهستان در جنگ دوم افغانها با انگلیس‌ها مرکز مبارزه آزادی خواهانه از وطن دوستان افغان بود. مردان و زنان بسیاری از این دره های مردخیز با جرأت، ایثار و فداکاری، با وطن دوستی خاص، با عشق با وطن و با مردم خیش، با نفرتی که نسبت به بیگانگان داشتند، دست به دست هم دیگر دادن، علم جهاد را علیه انگلیس ها در اعتزاز در آوردن، این بیرق را بلند کردن و در راه طرد تجاوز بیگانگان شهامت و دلیری شایانه از خود نشان دادن. قهرمانی های میربچه خان کودامنی در جنگ دوم افغان و انگلیس نه تنها در موزیم انگلستان بلکه امروز نیز بر سر زبان ها زنده است. میرباچه خان کودامنی با قوای خود که فرزندان دهقانان مسکین و غریب و بیچاره بودند، متحد شدند، یک پارچه شدند، در نیمه های شب با کارت های ساده، با سیلاوه ها، با تفنگ های چقمقی، با تبرچه، تبرکی یکی از دوستان ما اینجا یاد کرد، بر دشمن مکار افغان ها یعنی انگلیس ها روز و شب یورش بردن
با توپخانه های انگلیس مقابله کردند، جنگیدن و افتخارات را نه تنها برای مردم شمالی، برای وطن افغانستان کمایی کردن. سایر امرزمان میربچه خان کودامنی که پدران و نیاکان و اجداد ما شما می شود، مانند جلندر خان و برزو خان تتمدرایی، میر درویش خان بابا قشقاری و دیگران، با صفا و صمیمیت از میربچه خان کودامنی حمایت و پشتیبانی کردند و به او یاری رساندند. در تمام جبهاتی که کودامن زمین با انگلیس ها مواجه بود، دشمن با شکست مواجه گردید. میربچه خان و امراهانش در ترانه های مردم، در انگور باغ ها و در وقت انگور خوردن ها هنوز زنده است و این ترانه ها بر لب ها زمزمه می شود. اکنون سرنوشت یک بار دیگر شما را، فرزندان پدران و اجداد و نیاکان نامدار ما را، با یک سوال بزرگ تاریخی مواجه ساخته است و قرار داده است که چطور باید عمل کنید. بر اسم پدران و نیاکان و اجدادتان که نه تنها شمله های شما را، نه تنها غیرت ها و ننگ های شما را، بلکه شمله تمام مردم افغانستان را بلند نموده است. یا با مسابه کسانی که پنهان نمی کنیم برای شما روشن است، در کدام جبهه نیست که عرب ها قرار نداشته باشه، وهابی ها قرار نداشته باشه، پول با خود با جوال ها حمل نقل نکنن و این قماندان ها را دستور نتن و مسلمان را علیه مسلمان و برادر را علیه برادر تحریک نکنن؟ من فکر میکنم در این مسئله با ما همراه هستی یا نیستن؟ در اینجا وهابی ها یا نیستن عرب ها؟ میربچه خان کودامنی شمشیر و کارت می برداشت علیه انگریز در او زمان که آفتاب در سرزمینش غروب نمی کرد، با زن و مرد، طفل و پیر با مجادله می پرداخت علیه تجاوز بیگانه. فرزندش چی باید بکند؟ اولادش چی باید بکند؟ نواسیش چی باید بکند که در جوار ما نشسته است و به نام شما و شما افتخار میکنیم؟ بزرگترین طاقت استعماری جهان را در این دامنه های کو، یعنی کو دامن، با شکست مواجه میسازن و امروز غلام غلام انگریز ها، جنرالان پاکستانی و وهابی ها آمدن سنگرهای ما شما را رهبری میکنن، پول میتن، نه تنها علیه حکومت بجنگین، علیه هر مسلمان بجنگین، نه تنها علیه هر مسلمان بجنگین، این حزب با او حزب بجنگین. چون این نیست حقیقت. همی چند روز پیش برای من اطلاع رسید، من از شما پرسان میکنم، شما شاید این را تایید بکنین، که انور خان چند نفر عرب را زندانی ساخته بود به خاطر اینکه یک فامیل، یک خانواده و یک زن باناموس و با شرف نزدش مراجعه کرده که به عزت ما، به ننگ ما توهین و تحقیر میکنه.